نازدانه هنوز غرق شادی کودکانه و سخت وابسته به خانوادهش است. اما بیخبر از این که به علت فقر و بدهکاری پدرش به 1 لک افغانی به فروش رسیده است. این کودک هنوز 4 سال است و 1 سال پیش با خانوادهش به علت خشکسالی از بادغیس به هرات آمده است. داسی می خرڅ کړل چې ماشامي اولادونه د ولوج جمله کېدل بالا یو نفر ته مو ویل چې دغه لور لرم په دغه 1 لک روپۍ کې تا د درکوم دغه اولادونه می دغه شي هغه 1 لک روپۍ می حالت و خوړلې اوس نوراله ما دالته و دغه وطن ته می زار ورسوي د ولوج او د دربدرې سره مخې ما. پس از نازدانه نوبت نرگس دختر 2.5 ساله این خانواده رسیده است. پدرش این کودک را نیز به فروش گذاشته و منتظر خریدار است. هر لحظه امکان دارد که خریدار نازدانه و یا مشتری نرگس به این خانه کوچک بیایند و این دو کودک را از آغوش پدر و مادر و این برادر کوچکشان برای همیشه دور کنند. دولت خو سړی نه کړي چې خرڅ کې چې سختي را نشي نور اولادونه چې د مرګ سره مخې خونه د لور د ورکړنګ وایغه ور هغه خو ورکوم غو وس به ورکند نور په وساتم مجبورې ځنه ورکین د ته جی ورکین. آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشان میدهد که در 4 ماه اخیر 161 کودک 1 ماهه تا 16 ساله به علت فقر و قرضدار بودن خانواده های بیجا شده به بهانه ازدواج به فروش رسیدند. در بادغیس و هرات که بدترین خشکسالی ها را دارد، ازدواج های زود هنگام در بخش هایی از آنها چندین سال می شود که جریان دارد. اکنون 80% جمعیت این بخش ها ازدواج های زود هنگام را عملی می کند، اما خشکسالی این وضع را بدتر ساخته است. در سنین بسیار خردسالی و طفولیت و حتی شیرخوارگی طفلر به نحوه غیر مستقیم فروش هست، طفلر به نانگویا کرده و گاهن هم اخبار میرسه که بله یه اطفالر حتی دست به دست میکنم، یک فامیل به فامیل دیگه در دل پول تسلیم کرده. حکومت فروش کودکان و یا هم ازدواج زود هنگام آنان را غیر قانونی میداند. روشن نیست این کودکان با چی سرنوشتی روبرو میشوند، زیرا پیش از این نگرانی هایی از احتمال افتادن کودکان به دست قاچاقبران انسان و استفاده سوء از آنان پخش شدند. فروش اطفال بیجا شده های داخلی چه تعداد هست؟ تحت کدام شرایطی خرید فروش صورت گرفته؟ یک عمل جرمی هست، خلاف قانون است. این موضوع است که اگر شما جایی قسمت معلومات های جدید دارین به ما و دست ما قرار بتین که تا میاری بیشتر تحقیق. در ماه های پسین ده ها کودک اینجا در میان خانواده های بیجا شده در هرات خرید و فروش شدند. آنگونه که این خانواده ها میگویند کودکانشان را پس از این که میفروشند به سایر ولایت ها و حتی به بیرون از افغانستان انتقال داده میشوند. این خانواده ها از سرنوشت آن کودکانشان با خبر نیستند و همچنان هنوز مشخص نیست که این کودکان زمانی که به دیگر مناطق انتقال داده میشوند با چه سرنوشتی روبرو میشوند. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، هرات.